4 زن به اتهام انجام حملات تروریستی از سوی پلیس در بادغیس بازداشت شدند. مسئولان فرماندهی پلیس این ولایت با تایید این خبر میگویند این افراد در انجام چندین حمله تروریستی و حمله به جان یک سرباز پلیس سرحدی به ویژه ناامنی‌ها در مرکز شهر دست داشتند. به گزارشی در این مورد توجه کنید. بازداشت چندین تن از تروریستان از سوی پلیس در بادغیس. مسئولان فرماندهی پلیس بادغیس از بازداشت 4 تن به اتهام انجام حملات تروریستی در این ولایت خبر می‌دهند. عبدالقیوم صافی فرمانده پلیس این ولایت می‌گوید این افراد در برهم زدن امنیت شهر دست داشتند. او می‌گوید این گروه عضو شبکه تروریستی مولوی احمد شاه می‌باشد. به گفته وی چندی پیش یک سرباز پلیس سرحدی از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. این گروپ مخرب با سرکردگی احمد شاه فعلا هم فرار است، تعقیب ادامه داره، ان شاء الله به زودترین وقت او را به پنجه قانون تسلیم میکنه. آنگونه که مسئولان این فرماندهی میگویند از نزد این افراد مقداری سلاح و مهمات به ویژه لباس‌های نظامی که با استفاده از آن فعالیت داشتند کشف و ضبط شده است. هم رقم لباس، لباس نظامی، هم از اردو، هم از امنیت ملی، محافظت، اینا دارن که از یا استفاده به عنوان سرباز و عنوان افسر استفاده کنن تا حرکات مخرب خود انجام بتن که. در یک خبر دیگر از این ولایت، یک تن از کارمندان دادگاه از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. به گفته مسئولان امنیتی تلاش ها مبنی بر بازداشت عاملین برهم زدن امنیت بادغیس جریان دارد. این در حالی است که در روزهای اخیر بار دیگر تنور ترورهای زنجیره‌ای در ولایت‌های حوزه غرب کشور داغ شده و نگرانی‌های جدی باشنده‌های این ولایت را به دنبال داشته است.